به نام خدا، جویزاده هستم از مؤسسه علمی تحقیقاتی و پژوهشی چشم‌انداز اداره سوم ملل شیراز. صبحتون بخیر، امیدوارم در هر کجای کره زمین که باشید صبح به خوبی شروع کرده باشید و صبحونتون خورده باشید و به ویدیو ما گوش بدید. یک درخواستای بسیار زیادی داشتیم از احسان اوقات کشور در رابطه با درس آمار و روش تحقیق برای شرکت در آزمون دکترا. ما هم به ندای دانشجو لبیک گفتیم و داریم ویدیوها رو با اتفاق همکارم سکا خانم حدادی پر میکنیم. ولی با شما هستم. بله، همین شما، همین خود شما که در ویدیو رو گوش میکنی، بلند شو همین الان، کاغذ و قلمتو بیار و به نکاتی که ما میگیم گوش بده و اونا رو یادداشت کن که در آزمون دکترا موفق بشی. نگران درس آمار براش تحقیق نباشید. من و همکارم سعی کردیم با بهترین روش و آسان‌ترین روش اینو به شما آموزش بدیم. اصلا نگران نباشید. بله، الان شاید تو ذهنت داری جستجو میکنی که شاید این ویدیو ها مثل ویدیو قبلی یا ویدیو دیگران باشه. نه، ویدیو ما با ویدیو دیگران متمایزه و فرق میکنه. امیدوارم که بتونیم تا پایان راه با شما باشیم و شما رو در این آزمون راهنمایی کنیم. پل ارتباطی ما با شما، یکی شماره ثابت ما 071-3232-0951-953 اصحایی میکنن. بعد شماره همراه ما 0938-225-2774 و وبسایت ما www.gisland.org یا org. یه وبلاگ بسیار خوبی هم داریم که میتونید به اون سر بزنید تحت عنوان آمارخونه .mihanblog.com mihanblog.com. بعد ایمیل من یا پست هم الکترونیک ما sjavizdade@yahoo.com. خب این پل ارتباطی ما با شماست، میتونید با ما مشاوره رایگان داشته باشید. ما شما رو راهنمایی کنیم و خوشحال میشیم که از نقطه نظرات و انتقادات شما مطلع بشیم و اون رو در ویدیو بعد به کار ببریم. به نام خدا، حدودی هستم، در خدمتتون هستیم که درس آمار و روش تحقیق رو به صورت فیلم خدمتتون ارائه کنیم و بهتون ثابت کنیم که آمار و روش تحقیق درس سختی نیست و انشالله به سبک جدید میتونید اون رو خیلی ساده یاد بگیرید. بله، آمار که سخت نیست خانم حدودی، سخته؟ 100% سخت نیست. 100% سخت نیست. پس 100%ی که سخت نیست خیلی آسونه دیگه، خیلی نگران نباشید. بریم به اسلاید بعد، بریم به صفحه بعد. ممنون میشم اگر میخوام به صفحه بعد بره و اونجا بنویسم. خب خیلی هم تشکر میکنه از خانم حدادی که مسئول نوشتن این آمار رو به عهده گرفتن، چون من دستخطم بد نیست، خود خانم حدادی دستخطشون بهتره و این رو دنبال میکنیم. اول در مورد آمار صحبت کنیم. آمار با واژه استاتیستیک میشناسیم، با واژه استاتیستیک، و اگر یه اسم به واژه استاتیستیک اضافه بشه وارد عرصه علم آمار میشیم. رشته بسیار پربار، کاربردی در اثر دانشگاه ایران و جهان و مورد نیاز تمام سازمان‌های دولتی و خصوصی. من معتقدم که در این دور زمانه هر کس آمار بلد باشه حتما واسه خودش کارآفرین میشه، کار واسه خودش پیدا میکنه و میتونه با تمام شرکت‌های خصوصی و دولتی همکاری کنه. خب بریم از تعریف علم آمار صحبت کنیم که اصلا آمار چیه؟ زمانی که از آمار صحبت میشه یک مراحلی رو ما باید برای تعریف علم آمار طی کنیم. این مراحل رو به 5 دسته تقسیم بندی میکنیم و دونه دونه اونها رو توضیح میدیم. مرحله اولی که تعریف علم آمار رو تشکیل میده این هستش که من باید برم داده هامو جمع آوری کنم. پس مرحله اول رو به نام جمع آوری داده یا collection data معرفی میکنیم. خب همینجور که میدونید جمع‌آوری داده‌ها یکی از شاید مشکل ترین مراحل آماری باشه، چون تو این جمع‌آوری داده‌ها هم وقت صرف میشه، هم هزینه، هم پول صرف میشه و شاید در یک پروژه آماری اگر ما 100% رو فرض کنیم 80% به جمع‌آوری داده‌ها و 80% از منابع مالی ما صرف جمع‌آوری داده‌ها میشه که بعداً بیشتر صحبت میکنیم در ویدیوهای بعدی. مرحله دوم علم آمار رو با طبقه بندی داده‌ها میشناسیمش. طبقه بندی داده‌ها یا کلاسیفیکیشن دیتا.
پس از اینکه داده‌ها جمع‌آوری شدن، به هر حال در قرن 21 در دهکده جهانی که ما زندگی می‌کنیم، حجم انبوهی از داده‌ها پیش روی ما و اگه ما بخوام با این داده‌های خیلی زیاد کار کنیم، شاید گیج بشیم، سردرگم بشیم، که در این مرحله به شما یاد میدیم که چطور داده‌ها طبقه‌بندی میشن و در واقع به استدا به داده‌ها نظم میدیم و داده‌ها رو ساده می‌کنیم، که این داستانی داره که با هم صحبت می‌کنیم بعد. مرحله سوم به نام تجزیه و تحلیل داده‌ها می‌شناسیمش. اون رو با analyze data نمایشش میدیم. خب توی تجزیه و تحلیل داده یا پروسسینگ یا پردازش یا به قول همکارم تجزیه و تحلیل، ما از توابع یا از شاخص‌ها یا فرمول‌ها استفاده می‌کنیم که بیشتر ویدیوهای ما در این مرحله می‌گذره و در مورد این مرحله صحبت می‌کنیم، که بیشتر تست‌های کنکور دکترا هم از این مرحله میاد، اینکه شما از یک میانگین ساده بدونید چیه تا رگرسیون و همبستگی آزمون تی و اف و آزمون حالا مواردی مثل تحلیل عاملی و تحلیل خوشی و بسیط و بقیه داستان‌هایی که در این رابطه است. مرحله چهارم از علم آمار رو نمایش داده‌ها معرفی می‌کنیم که با دیسپلی نشونش میدیم. بعد از اینکه داده‌ها رو من گرفتم و بعد اونو طبقه‌بندی کردم و سپس تجزیه و تحلیل کردم با سازه نرم افزار هاماری، باید داده‌ها رو به یک شکل بسیار ساده به طرف مقابل یا به کارفرمایان یا به سیاستمداران‌ها به نمایش بذارم، که میتونه به طرق جدول، نمودار و نقشه و غیره باشه، که دوباره در ویدیو بعدی اینو توضیح میدیم. مرحله آخر از علم آمار رو تفسیر معرفی می‌کنیم. تفسیر یا اینترپریشن. شاید دوباره یکی از مراحل سخت آمار تفسیر باشه، که این تفسیر به تجربه محقق برمیگرده و هر محققی تجربه نداشته باشه شاید تو این فرایند نتونه کاری انجام بده. نرم افزار واسه تو کاری انجام نمیده از لحاظ تفسیر، این دانش محققی که به کمکش میاد که داده‌ها رو تفسیر کنه. خب این یک تعریف کلی بود از علم آمار، ولی قبل از که این ویدیو رو تموم کنم باید بگیم که علم آمار از مشاهده observation میاد. پس در علم آمار ما observation میکنیم، مشاهده میکنیم، و معمولا توی متون آماری همش صحبت از مشاهدات شده. معمولا در علم وقتی مشاهده میکنیم باید تفکر کنیم و بعد هم که تفکر میکنیم باید یه راهکاری، اگه مشکلی هست به یه راه حل برسیم. خب خیلی ممنون که به ویدیو اول ما گوش دادید. امیدوارم که روز رو به خوبی سپری کنید و به رویاهاتون فکر کنید. فقط من اینو بگم بچه‌ها، دانشجوی عزیز، محقق گرامی، آینده از آن کسانی است که صحنه رو ترک نکنن، همیشه در راهتون مداومت داشته باشید و تداوم داشته باشید. اون تداوم راه هست که شما رو به سرمنزل مقصود میرسونه. موفق باشید. خدا نگهدار. خدا نگهدار.